سوال اول در مورد مقاله اخیری هست که آقایان علی واعظ و ولی نصر در نشریه فارن افرز نوشتند. این دو نفر از پایان برجام و لزوم جایگزین شدن یک توافق منطقه‌ای سخن گفتند و تحلیل ما و ارزیابی ما با توجه به جایگاهی که گویندگان این صحبت دارند چی هستش و اینکه آیا این همان طرح آمریکایی ها برای برجام های 2 و 3 در دولت اوباما که بعد از برجام اصلی مطرح شده بود هستش، این موردی هستش که مورد استقبال رسانه های غربگرای داخلی هم قرار گرفته، مخصوصا مقاله ای که آقایان ولی نصر و علی واعظ نوشتن، و اینکه آیا مذاکرات منطقه‌ای می تواند جایگزین توافق هسته‌ای شود و کاهش فشارهای اقتصادی را در پی داشته باشد. خب اول از همه باید بدونیم که یک تفاوتی بین آقای علی واعظ و ولی نصر وجود داره، یک شباهتی هم وجود داره. خب هر دوی این دو نفر از موافقان برجام بودند و برای اینکه برجام به ثمر بنشینه در آمریکا، حداقل در فضای حالا اندیشکده و فضای دانشگاهی آمریکا، تلاش‌های زیادی در اون سالها داشتن. از مخالفین خروج آمریکا هم از برجام بودن. هر دو هم از موافقین و در واقع تهییج کننده دولت بایدن برای احیای برجام بودن. تفاوتشون در این هست که آقای ولی نصر خب چهره دانشگاهی هست، چهره آکادمیک شناخته شده و در واقع قابل احترامی هست در نظر دانشگاه‌های آمریکایی و خیلی تخصصی تر به این حوزه نگاه میکنه. آقای علی واعظ بیشتر نقش لابیگری و اندیشکده‌ای و سیاستگذاری داره و خودش یک واسطه‌ای میدونه با توجه به کاری که در گروه بین‌المللی بحران انجام میده و تخصصش که حالا روی مسئله ایران و مخصوصا پرونده هسته ایران هستش، یک نقش واسطه گری رو در مذاکرات مختلف مخصوصا مذاکرات هسته ای برای خودش قائل هست. یک نقشی که اعلام هم میکنن بیطرفانه هست، ولی اگر به صورت واقعا منصفانه ای بخوایم رفتار ایشون رو در این 8 9 سال اخیر بررسی کنیم، حالا مخصوصا از 2013 به این ور، از 92 که مذاکرات هسته‌ای به صورت جدی‌تر در دولت‌های روحانی شروع شد، به نظر میرسه که منصفانه این هست که بگیم ایشون منافع دولت آمریکا رو بیش از منافع حالا ملی ایرانیان در نظر میگیره و نقطه ضعف‌هایی که در برجام وجود داره و نقطه ضعف‌هایی که و نوع صحبت‌هایی که از ایشون در رسانه‌های مختلف میاد بیشتر بر این مبناست که آقای علی واعظ منافع آمریکا رو ارجح میدونه بر منافع ایرانیان و از این حالتی که میخواد چهره بی‌طرفانه از خودش نشون بده فاصله میگیره، اگه بخوایم نگاه منصفانه داشته باشیم. آقای ولی نصر چند سالی به عنوان مشاور رسمی در وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما کار میکرده و مشاورت رسمی و غیر رسمی به دولت‌های دموکرات در دولت دموکرات اوباما میداده و این تفاوتی است که آقای علی واعظ حداقل به صورت رسمی هیچ وقت کارمند دولت آمریکا نبوده، هرچند که آقای راب مالی که الان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مسئول پرونده هسته ایران هست، برای 4 سال رئیس گروه بین‌المللی بحران بوده و در واقع میشه گفت که مدیر آقای علی واعظ در گروه بین‌المللی بحران بوده، لذا رابطه کارمندی و رابطه تنگاتنگی هم داشتن، مخصوصا که آقای راب مالی خودش در پرونده هسته ایران در زمان اوباما و الان خب مسئولیت های زیادی داشته و در اون 4 سالی هم که دوره ترامپ بوده به صورت غیر مستقیم روی این حوزه کار میکردن و خیلی هم روش تلاش میکردن. یه نکته ای که در مورد آقای علی واعظ مهمه و در این مقاله هم اومده بوده اونم این هستش که وقتی آقای علی واعظ در رسانه آمریکایی صحبت میکنه و اخیرا هم مثلا در CNN مصاحبه ایشون داشتش، صریحا بحث عدم احیای برجام رو یک بخش مهمی از این که برجام احیا نشده را گردن دولت بایدن میندازه و بیعملی بایدن، اینکه بایدن میخواست کنگره و اسرائیل رو راضی کنه و موفق نبود، اینکه بایدن تیم بایدن اومده بوده و
به یک توافق قوی تر و طولانی تر، یک برجام پلاسی میخواسته برسه و به اون نرسیده، و اینکه اون ماهای اولیه‌ای که وارد کاخ سفید شدش دولت بایدن، آقای بایدن، اون زمانها رو از دست دادن، مخصوصا اون دوره چند ماهه‌ای که مشترک بود با دولت‌های روحانی. البته آقای علی واعظ و آقای ولی نصر در این مقالهشون هم به اینکه آمریکا و دولت بایدن کوتاهی کردن و هم به اینکه حالا مثلا مشکل از طرف ایران هم بوده اشاره میکنن. اما جالبه که آقای علی واعظ وقتی که در فضای رسانه ایران صحبت میکنه و برای ایرانیان صحبت میکنه، تقریبا تمام مشکل عدم احیای برجام رو گردن دولت‌های رئیسی میندازه، گردن به اصطلاح خودشون تندروهای ایران میندازه. و خیلی عجیبم هست، یعنی در این بازی بچگانه، نمیدونم چرا مستقیم ایران و آمریکا مذاکره نمیکنن، چرا مترجم نیاز هسته، چرا نمیدونم مذاکره کننده ارشد ایران انگلیسی صحبت نمیکنه، و عدم احیای برجام رو به این دلایل بچگانه که متاسفانه دولت قبلی ایران هم روش مانور میداد در مورد مثلا تبحر تیم مذاکره کننده که انگلیسی بلدن یا مثلا نیاز به مترجم ندارن، به اینها مربوط میکنه. و این تفاوتی هست که جالب از نظر رسانه‌ای، وقتی برای رسانه‌های انگلیسی زبان و آمریکایی و افکار عمومی آمریکا صحبت میکنن و مطلب مینویسن، خود دولت بایدن رو به بیعملی متهم میکنن برای احیای برجام، و بخشی از عدم احیای برجام، بخش عمده عدم احیای برجام رو به دولت بایدن، سیاست های داخلی آمریکا، پیچیدگی اون سیاست ها و اینکه دولت بایدن مسائل انتخابات و مسائل مخالفت های درون حزبی و مخالفت های حزب جمهوری خواه اهمیت بیشتری داشته تا بخواد به صورت خودش از فرمان اجرایش استفاده کنه، مثل دولت اوباما برجام رو احیا کنه یا قراردادی با ایران امضا کنه، یا مثل ترامپ از قدرت ریاست جمهوریش استفاده کنه و این در واقع شجاعت رو داشته باشه، این جسارت رو داشته باشه که برجام بیاد بیرون. در واقع آقای بایدن این جسارت رو نداشته که این کار رو انجام بده، و خب این رو در رسانه‌های انگلیسی زبان این رو بیان میکنن، ولی وقتی که در افکار عمومی ایران صحبت میکنن به هیچ عنوان در مورد مشکلات داخلی آمریکا و اینکه خود آمریکایی‌ها در این زمینه مشکل داشتن به این مسئله اشاره‌ای نمی‌کنن. این نکته اول. نکته دوم، حالا اگه بخوایم به خود مقاله بپردازیم، همونطور که گفتم در این مقاله آقای علی واعظ و ولی نصر، آقایان علی واعظ و ولی نصر به این نتیجه میرسن که با توجه به شرایط داخلی آمریکا احیای برجام قاعدتا صورت نخواهد پذیرفت. البته دلایلی مثل این که مثلا کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین، حداقل این ادعا، و مسائل داخلی ایران، اعتراضات اخیر ایران، اینها رو هم مطرح میکنن که واقعا بی ارتباط هست. یعنی این دو مطلبی که الان به عنوان یک بهانه ای شده که بعضی ها مطرح میکنن، فقط به خاطر سرپوش گذاشتن بر همون مواردی هست که گفتیم، بی عملی دولت بایدن، محاسبه این که نمیخواد از اون سرمایه سیاسی داخلی، سرمایه درون حزبیش، نمیخواد از اینا استفاده کنه برای احیای برجام، و همینطور اینکه خب در دوره اول هست آقای بایدن و برای انتخاب مجدد در دوره دوم یا انتخابات میان دوره‌ای که مثلا پاییز سال پیش بود، اینها نیاز دارن که پول لابی های اسرائیل و پول در واقع این گروه های فشار رو داشته باشن، حمایت اونها رو داشته باشن، و بنابراین کیس های حساسی مثل ایران رو فعلا بهش دست نمیزنن تا دوره دومشون بشه، شاید در موقع بخواد در مورد این اقدام بکنه. لذا این محاسباتی که در حوزه سیاست داخلی خودش داره و اینکه خدایی نکرده اسرائیلی ها ناراحت نشن یا مثلا کنگره در مقابلش بلند نشه یا در حزب دموکرات اتحادشون به هم نریزه، خب اینها دلایل اصلی بوده که باعث شده که آمریکا برجام را احیا نکنه. اما صحبت آقای علی واعظ و ولی نصر اینه که حالا که برجام احیا نمیشه، آمریکا از طریق دیگه‌ای در منطقه و در مسائل ایران بتونه هنوز دست بالا رو داشته باشه و هنوز حساب بشه. چون شما اگر نگاه کنید، نکته مهم ماجرا اینه که این گونه پیشنهادها بعد از واسطه شدن چین برای بهبود روابط ایران و عربستان شکل گرفته، و عملا مسائل منطقه‌ای ایران در یک روند مثبتی قرار گرفته. ایران و همسایگانش، ایران و حتی کشورهایی مثل مثلا مصر که روابطشون دارن تجدید میکنن، ایران و اردن صحبتهایی شده در مورد که روابطشون بهبود پیدا کنه، ماجرای سوریه داره به ثمر مینشینه، ماجرای یمن داره به نقطه های
مطلوب میرسه و اتفاقاتی که افتاده در منطقه همش در چارچوب منافع ملی ایران و منافع جمعی منطقه است، ملت‌های منطقه است، بدون دخالت قدرت‌های بیگانه. باید در نظر بگیریم که اصلا این صحنه‌ای که چین واسطه احیای روابط یا واسطه نزدیکی ایران و عربستان شده، طرح آقای اوباما از برجام و بعد از برجام این بود که آمریکا بتونه واسطه‌ای بشه بین بالانس قدرت در خلیج فارس بین ایران و عربستان، و این چیزی بود که آقای اوباما در دکترین اوباما در مصاحبه مفصلی که با نشریه اتلانتیک داره که هست در وبسایت ها هست و دوستان میتونن سرچ کنن پیدا کنن، این وجود داره که بعد از برجام تلاش بسیار زیادی رو دولت اوباما کرد که عربستان با ایران بیان بشینن و در موضوعات مختلف با هم صحبت کنن. البته اون موقع شاید قطع رابطه هم هنوز نشده بود، ولی در هر صورت این نزدیکی بیشتری شکل بگیره و ایران در دایره اون در واقع معماری جدید منطقه‌ای که آمریکا میخواد ایران رو هم وارد بکنه و ایران جزوی از اون معماری باشه که به نفع منافع ملی آمریکا باشه. در اون زمان به دلایل مختلف عربستان مخالفت میکنه با این موضوع، یعنی حتی ایران هم موافق بوده، دولت های روحانی آقای ظریف موافق بودن، اما این عربستان بود که به دلایل مختلفی در اون سالها مخالفت میکنه و این بحث رو خود آقای اوباما هم قید کرده. نکته ای که وجود داره اینه که آمریکایی ها آرزو میکردن که اونها جای چین باشن در اون تصویری که چین واسطه بین ایران و عربستان بوده. ما همه میدونیم که آمریکا به هر صورت از هر طریقی که نگاه کنیم، چه نظامی، چه بحث‌های همکاری‌های منطقه‌ای، چه بحث انرژی، نفوذش و تعهدش به منطقه خاورمیانه، منطقه غرب آسیا، خلیج فارس داره کاهش پیدا می‌کنه. و نکته‌ای که به نظر من در مورد مقاله آقایان علی واعظ و ولی نصر وجود داره این هستش که چگونه آمریکا، حالا که برجام رو نمیتونیم احیا کنیم، حالا که منطقه داره همکاری‌های بیشتری رو با روسیه می‌کنه، مثلا عربستان در اوپک پلاس، ایران و روسیه روابطشون گسترده میشه و همینطور کشورهای منطقه همه با چین روابط تجاریشون گسترده شده و مشخص شده که چین داره در حوزه دیپلماسی و حوزه‌های مختلف دیگه هم نفوذش رو بیشتر میکنه در منطقه، چگونه آمریکا میتونه هنوز نفوذ خودش رو حفظ بکنه؟ و این پیشنهاد که آمریکایی‌ها اجازه بدن و مستثنا بکنن تحریم‌های بین‌المللی ایران رو، روابط ایران، روابط اقتصادی ایران و کشورهای منطقه رو مستثنا کنن از تحریم‌هایی که آمریکا بر ضد ایران گذاشته. در عوض چی؟ در عوض اینکه ایران محدودیت‌های شدید هسته‌ای قبول کنه و بیش از 5% مثلا غنی‌سازی نداشته باشه و تمام محدودیت‌های بسیار زیادی که در برجام بود رو قبول کنه، در ازای اون آمریکا تعهد بده و آمریکا تشویق بکنه که همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و توسعه منطقه‌ای شکل بگیره. خب اینجا چند تا مشکل به وجود میاد. یکی از این مسائل اینه که ضمانت این قضیه اولا از همه چیه؟ آمریکایی‌ها حاضر نشدند در یک قرارداد بین‌المللی برجام که میره و در شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت یک قانون بین‌الملل میاد، حقوق بین‌الملل میشه، حتی این رو رعایت نمی‌کنن و دولت بایدن حتی برای احیای برجام میگه ما ضمانت نمی‌کنیم، ما مسائل داخلی اون به گونه‌ای هست که ما نمی‌تونیم ضمانت کنیم. این مطلبی که این آقایون میگن در مورد اینکه آمریکایی‌ها بیان ضمانت کنن و دوباره بره در شورای امنیت هم مثلا قطعنامه‌ای در مورد اون برقرار بشه که آمریکا مستثنا بکنه همکاری‌های ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس از تحریم‌های بین‌المللی، خب این اصلا اول از همه بحثش اینه که قومی ضمانتی نمیشه کرد، هیچ ضمانتی وجود نداره. رئیس جمهور بعدی میتونه بیاد یه کاری بکنه، کنگره میتونه یه قانونی بذاره، رئیس جمهور بگه من نمیتونم دخالت بکنم در این مسئله و قانونی هست که کنگره مثلا گذاشته، قانون تحریمی کنگره هست. و در واقع اگر کسی آگاه باشه که این دو فرد آگاه هم هستن و من تعجب میکنم نسبت به قوانین داخلی آمریکا و نسبت به این حوزه نفوذ رئیس جمهور، حوزه نفوذ کنگره و این حالتی که در انتخابات آمریکا وجود داره که سیالیتی که وجود داره و اینکه رؤسای جمهور خیلی هاشون که میان سر کار، خارج از اینکه به لابی اسرائیل و اینها مربوط هستن و فاندشون از اونها میگیرن یا مثل ترامپ روابط نزدیکی با اسرائیلی ها دارن،
ایران رو فدای رقابت های حزبی میکنن، یعنی بازی های جناحی داخلی خودشون ایران رو میتونن به عنوان یک گزینه بگیرن و رو اون بازی بکنن و تعهداتی بدن که اون تعهدات رو در واقع به عزت ملت ایران عملی بکنن. و چه کسی میتونه بیاد ضمانت کنه؟ هیچ کسی نمیتونه این ضمانت کنه. لذا به نظر میرسه که این پیشنهاد از ابتدا یک پیشنهاد غلط و یک پیشنهادی هستش که با توجه به تجربه برجامی که ایران داره، خب مسلما ایران شاید صرفا به این پیشنهاد بخنده و بیشتر مورد مضحکه و خنده باشه. نکته بعدی این هستش که ببینید روابط منطقه ایران اصلا به بحث هسته‌ای ارتباط نداره. حالا این خیلی از آقایون سعی میکنن بحث هسته‌ای ایران رو به این صورت مرتبط کنن که اگر ایران مثلا توانمندی هسته‌ایش رو گسترش بده یا حتی به بازدارندگی هسته‌ای نهایی برسه، خب الان در مرحله ای از بازدارندگی هسته‌ای ایران هست، همونطور که مثلا خود آمریکایی میگن فقط مثلا چند هفته نیاز هست تا مواد لازم برای تولید یک بمب اتم باشه و چند ماه نیاز هست برای دست آوردن حقیقی بازدارندگی هسته‌ای، یعنی توانایی حتی فرستادنش و تستش و مثلا موشکی که بتونه یک کلاهک هسته‌ای روش بذاره. حالا ایران هیچ وقت نگفته که من دنبال همچین چیزی هستم، ولی اینها در ذهنیت خودشون این رو گذاشتن که اگر ایران توانمندی هسته‌ایش گسترش پیدا کنه کشورهای منطقه هم به این سمت میرن. هرچند که ایران بارها هم گفته، اگر مثلا خود رهبری چند بار گفتن که اگر عرضه دارن خب به این سمت برن، این یک توانمندی شخصیه، یک توانمندی کشوریه، ما این توانمندی علمی رو خودمون تولید کردیم. حالا اینکه بتونن برن بخرن، آیا آمریکا تحریمشون بکنه تحریم نکنه، چقدر باید سرمایه گذاری روش بکنن، آیا اصلا به این فناوری به این دانش بتونن برسن. خیلی جالبه بدونیم که کره جنوبی که چند وقتی هست که میگه من شاید خودم بخوام برم به دنبال تولید سلاح اتمی، آقای ارنست مونیز مقاله ای نوشتن، وزیر قبلی انرژی آمریکا در زمان اوباما که در همین مذاکرات برجام بود، ایرانی ها با ایشون آشنایی دارن و خیلی از تحلیلگران دیگه، که اگر کره جنوبی که یکی از دوستان سم، یکی از متحدین سنتی آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم، اگه بخواد به سمت تولید بمب اتمی بره، ما تحریمش خواهیم کرد، مثل ایران تحریمش میکنیم. لذا این صحبتی که اینها انداختن که اگر ایران توانایی هستش گسترش بده کنه، مثلا کشورهای عربی و اینها میرن دنبال این قضیه و این به ضرر منافع مثلا منطقه هست. ببینید، و برای همین پیشنهاد اینها این هستش که همه این کشورها قول بدن که زیر 5% در واقع غنی سازی داشته باشن، توسعه صنعت هسته‌ای نداشته باشن، ادیشنال پروتکل، نه تنها MPT که پروتکل الحاقی رو هم قبول بکنن، نظارت‌های بسیار گسترده‌ای داشته باشن، هر نیاز هسته‌ای هم دارن بیان از کشور دیگه گدایی کنن و بگیرن. و من به نظرم میرسه که و در کنار این، اون وقت مثلا یک تعهدی آمریکا داشته باشه که بذاره اینها مثلا با هم همکاری اقتصادی داشته باشن. اصلا این موضوعات مثل سیب و پرتقاله، موضوعات کاملا بی ربط هست. یعنی اونها میخوان که مثلا ایران از حقوق مسلمی که داره، از این پیشرفت هسته‌ای که داشته، از این چشم‌پوشی کنه که حق مسلمشه، در قبال چی؟ در قبال مسائل اقتصادی منطقه‌ای و همکاری منطقه‌ای که الان داره شکوفا میشه، داره جلو میره، داره پیش میره و اصلا هیچ دخلی به اون حوزه نداره، به اون زمینه نداره، به زمینه هسته‌ای نداره. مسائل منطقه‌ای مثلا همکاری اقتصادی جای خودشه و داره انجام میشه و به جلو میره و هیچ ارتباطی با بحث هسته‌ای نداره. یعنی عملا این پیشنهاد یک پیشنهاد باخت باخت برای ایران هست. نه ضمانتی درش هست، نه این مسائل به هم ربطی داره. ایران از حقوق بین‌المللیش دست بکشه که یک حق طبیعی که داره در طی سالها داشته، همکاری میکرده و اون هم به خاطر دخالت آمریکا یا تحریم‌های بین‌المللی آمریکا بوده که شاید بخشی از این همکاری‌های منطقه‌ای کاهش پیدا کرده، بیاد مثلا در مقابل از دست دادن یک حقش، این حق طبیعی رو که داره الان استیفا میکنه بدون حضور آمریکا، بیاد اون رو مثلا هبه بگیره بدون هیچ ضمانتی. کلا موضوع باخت باخت برای ایرانه و هیچ ارتباطی هم به هم نداره. نکته نهایی که این وسط به نظر من مطرح هست اینه که رهبر انقلاب در فروردین 94، یک هفته دو هفته قبل از اینکه اون چارچوب لوزان اعلام بشه، چارچوب لوزانی که در واقع اون چارچوب نهایی برجام بود، 3 ماه بعدش در تیر 94 برجام امضا شد، معلوم بود که از همون زمان آمریکایی‌ها در مورد برجام
دو برجام، سه برجام های منطقه‌ای، گفتگوهای منطقه‌ای، موشک پهپاد، اینها فشار می آوردن به تیم هسته‌ای. و رهبری در فروردین 94 صحبت صریحی که دارن این هستش که این مذاکرات برجام صرفا در مورد موضوعات هسته‌ای هست و ما اگر ببینیم که آمریکایی ها کشتابی های گذشته خودشون ندارن، به تعهدات خودشون عمل میکنن، مشکلی نیست در موضوعات دیگه هم صحبت بکنیم. خب این یک موضع خیلی جدید و موضع قوی و موضع نابی بود از رهبر ایران. اما جالب هستش که نه تنها در دوران اوباما، در اون یک ساله‌ای که برجام حالا به شکلی داشت اجرایی میشد، آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون کاملا عمل نکردن و حتی آمریکایی‌ها و حتی دولت، خود آقای ظریف، خود آقای روحانی رئیس بانک مرکزی و خود دولت آقای روحانی هم اعلام کردن که اون انتظاری که از برجام داشتن، انتظار اقتصادی که برجام داشتن، در دولت اوباما هم حتی شکل نگرفت و انجام نشد و آمریکایی‌ها زیر تعهدات خودشون زدن. از زمانی که ترامپ هم که اومد که دیگه وضعیت مشخص بود و جالبه که حتی هنوز روز اجرایی برجام نشده در دی 94، دولت آقای روحانی و روزنامه‌های طرفدار اونها شروع کردن در مورد برجام منطقه‌ای، برجام 2 و 3 صحبت کردن. در همون سال اولی که سال آخر اوباما بود و اولین سال اجرایی برجام بود، هنوز آمریکا به تعهدات خودش درست عمل نکرده، ایران تمام تعهدات خودش عملی کرده بود، به سرعت به سمت برجام منطقه‌ای و برجام موشکی رفتن. و خب این نکته جالبه، یعنی این عجله‌ای که این دوستان در این حوزه داشتن عجیب بود و البته یک بار دیگه هم ثابت شد که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل نمی‌کنن. و چقدر خوب شد و چقدر حکیمانه بود این مسئله که باید ایستاد و دید آیا آمریکایی‌ها حاضرن قدم به قدم به تعهدات خودشون عمل کنن تا به مرحله بعدی بریم، نه اینکه به یک بار تمام کالاهای امنیتی خودمون رو بفروشیم، از دست بدیم و بعد هم ببینیم که آمریکایی بگن خب ضمانتی ما تعهدی به شما نمیدیم. لذا این بحث منطقی و بحث قدم به قدم تا حدی هم مورد تایید ایران بود، به شرط اینکه آمریکایی ها به تعهدات خودشون عمل کنن و آمریکایی نشون دادن که حاضر نیستن حتی در یک موضوع به تعهدات خودشون عمل کنن تا بشه در مورد موضوعات بزرگتری با اونها صحبت کردش. بنابراین نکته نهایی هم که اینجا بخوایم بگیم این هستش که ببینید اصلا فلسفه مذاکرات هسته‌ای بر این مبنا بود که تحریم‌های بین المللی و تحریم‌های یک جانبه بر ضد ایران حذف بشه، تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های آمریکا. در این بین شاید ادعای خیلی از افراد الان این هست که خب تحریم‌های سازمان ملل و بخشی از مهمی از تحریم‌های اتحادیه اروپا روی ایران نیست. اون چیزی که الان به عنوان فشار حداکثری از وقتی که آقای ترامپ اومد از برجام خارج شد و روی ایران اعمال کرد و آقای بایدن هم ادامه میده، تحریم‌های یک جانبه یا آمریکا هست که عملاً کشورهای اروپایی هم اون رو ادامه میدن و کشورهای مختلفی مثل کره، ژاپن و کشورهایی که تحت سلطه و تحت نفوذ اقتصادی آمریکا و سیاسی آمریکا هستن از اون دارن تبعیت میکنن. و یک سری از کشورها، حالا روسیه، چین، ترکیه و بخشی از کشورهای دیگه، تا حدی این در واقع با ایران در دور زدن تحریم ها و رفع و رجوع مسائل اقتصادی ایران همکاری میکنن. حالا از اون طرف ونزوئلا و سوریه و لبنان و اینها هم کشورهایی هستن که خودشون تحت تحریم آمریکا هستن. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که در واقع در این ته مجبور کردن ایران به این که بازگرده به تمام تعهدات برجام و در قبال اون صرفاً بخشی از مثلا تحریم‌های اقتصادی یا همکاری اقتصادی ایران با کشورهای عربی کنار گذاشته بشه، حقیقتاً هیچ کمک شایانی که ما فکر کنیم قراره به اقتصاد ایران ایجاد بشه و موانع تجارت خارجی ایران رفع بشه و عملاً مثلا فرض کنیم شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بتونن تو ایران بیان، فناوری بتونه در واقع مبادله بشه، ارزم به حضورتون نفت ایران آزادانه فروش بره، محصولات ایران آزادانه فروش برن، به بازارهای جهانی بتونن برسن، اصلا اینها حادث نمیشه. یعنی حتی مثلا دولت آقای روحانی در زمان ترامپ حتی حاضر بود با ترامپ دیدار کنه و مذاکره کنه، اما شرط ایران دو شرط حداقلی بود، این دو شرط مشخص بود، یکی اینکه ایران آزادانه بتونه
نفت خودش رو بفروشه و پول نفتش رو بتونه وارد کشور بکنه، ارزش رو، ارز فروش نفت رو. و دو اینکه بانک های ایران، مخصوصا بانک مرکزی ایران، دسترسی داشته باشه به اینترنشنال فاینانشال مارکت و در واقع به بازارهای بین المللی، به بانک های بین المللی بتونه تجارت کنه، بتونه در واقع داد و ستد کنه، سویفت روی ایران باز باشه و خیلی و مسئله مثل، یعنی این دو تا بحث عمده بود، بحث اینکه بانک های ایران و مثلا بانک مرکزی ایران آزادی عمل داشته باشه و این را اینکه ایران بتونه نفتش رو در بازارهای جهانی بفروشه و ارز اون رو وارد کنه. خب اینها حداقل خواسته های ایران بود و من برای من عجیبه که شما به ایران بگید که برگرده به تعهدات هسته‌ای خودش و تمام این پیشرفت هسته‌ای خودش رو کنار بذاره در این چند سالی که آمریکا خارج شده از برجام و در کنار اون به اون حداقل خواسته هایی که در ابتدای مذاکرات هم بوده به اونها هم نرسه و صرفا آب نبات چوبی هم نیست، حالا به قول اون تعبیری که قبلا بود، چیزی کمتر از آب نبات چوبی به ایران تعارف بشه که تازه ضمانتی هم در موردش نیست. به نظر میرسه با توجه به حتی صحبتی که در خود آمریکا شد و در ایران شد، این پیشنهاداتی که آقای علی واعظ و آقای ولی نصر دادن صرفا یک سری توهماتی هست در مورد اینکه چگونه میتوان هنوز آمریکا رو و نقش آمریکا رو در منطقه پررنگ نگه داشت، چگونه میتوان هنوز رگ حیاتی ایران رو به تصمیمات واشنگتن دی سی، به تصمیمات کاخ سفید و کنگره متصل کرد و این چیزی هست که ایران دقیقاً خارج از اون و به دنبال عکس اون هست. یعنی ایران به دنبال این هست که اتفاقاتی که در واشنگتن دی سی میفته، اتفاقات سیاسی و تأثیرات سیاست داخلی آمریکا بر سیاست خارجی، دیگه روی حوزه امنیت ملی ایران، اقتصاد ایران و منافع ملی ایران تأثیری نذاره. بنابراین من فکر میکنم که حتی اگر غربگرایان داخلی هم به این مسئله توجه نشون میدن، دلیلش این هستش که اونها علاقه دارن که رگ حیات ایران در دست غرب بمونه، در دست آمریکا بمونه و تصمیماتی که کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا میگیرن روی زندگی تک تک مردم ایران تأثیر بذاره. اگر در واقع این تأثیرگذاری سیاست های کشور غربی روی سرنوشت روزمره مردم ما، بحث اقتصادی و بحث مختلف، این از بین بره، عملا دیگه اون قدرت و اون هژمونی آمریکا نسبت به ایران و نسبت به منطقه از بین خواهد رفت و خب این پیشنهادات و این حرفا و این نیت ها در واقع در تضاد هم هستن. مرسی. سوال دومین هست که علت عدم تصمیم گیری غرب و به خصوص آمریکا در مورد برجام چیست؟ ببینید در سه بخش من میتونم این جواب این سوال رو بدم. بخش اولین هست که اصلا هدف آمریکا از برجام چه بود؟ خب بحث هسته‌ای سر جای خودش، ولی آیا صرفاً مسئله هسته‌ای بود؟ یعنی آیا صرفاً آمریکایی‌ها مشکلشون با ایران بحث هسته‌ای بود یا نه، به دنبال چیزهای دیگه هم بودن و بحث هسته‌ای رو قدم اول برای رسیدن به مسائل دیگه میدونن. بحث هسته‌ای از این جهت میتونست قدم اول باشه که همراهی همه اعضای دائم شورای امنیت رو میتونست با خودش داشته باشه، حتی روسیه و چین که به دنبال عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای بودن و بنابراین با آمریکا، مخصوصا آمریکای اوباما که خب بدبستون هم با اونها داشتش در زمانهای مثلا 2008 تا 2010-11 و قطعنامه‌های بعضی ایران در شورای امنیت تصویب شد، در واقع همه اونها را همراه کردن تا ایران را تحت فشار بذارن، مجبور کنن ایران در این مسئله بیاد مذاکره بکنه و کوتاه بیاد. اما آیا مسئله فقط هسته‌ای بود؟ نه، اینطور نبود. ببینید آمریکایی‌ها چند هدف داشتن به عنوان قدم‌های دیگه از بحث هسته‌ای. مسئله آمریکا مسئله مهار ایران بود، مهار همه جانبه ایران و همونطور که همه دولت آمریکا میگن تغییر رفتار ایران، یعنی رفتار ایران رو به عنوان یک رفتار غیر نرمال در نظر میگیرن و میخوان رفتار ایران در منطقه رفتار نرمالی بشه، رفتار سیاسی ایران. بنابراین اونها برجام رو و مسئله هسته‌ای رو قدم اول میدیدن و دوست داشتن چند اتفاق با این بیفته. یکی این که به سرعت به سمت بحث مذاکرات منطقه‌ای، موشکی، پهپادی
و اینها برن. و خب این مسئله در دولت آقای رئیسی هم همونطور که قبلا هم گفتیم به سرعت علاقه من بودن و دیدیم که روزنامه هاشون تریبون های رسمی دولتی و در واقع اون گروه هایی که گروه های رسانه اینها باشن به سرعت به دنبال این بحث های منطقه‌ای و بحث های موشکی ایران رفته بودن، مخصوصا در حوزه سوریه که میخواستن ایران در واقع تا حدی میشه گفت که بشار اسد رو تسلیم کنه، سوریه رو تسلیم میکنه به خواسته های غرب. نکته دومی که اینها انتظار داشتن این بود که بتونن اقتصاد ایران رو وابسته بکنن به غرب و تا جایی که میشه از کشورهای حالا شرق یا رابطه گسترده که ایران میتونست با شرق داشته باشه، مخصوصا چین و کشورهای دیگه، و اینکه اونها بیان سرمایه گذاری کنن در ایران، از این مسئله دور بکنن و این وابستگی به کشورهای غربی و شرکت‌های چند ملیتی غربی هم خیلی جالبه که بدونیم و تحقیقات هم نشون داده که بدون نفوذ اونها در ارکان قدرت و بدون اینکه اون حق حاکمیت ملی و اون بحث‌های اقتدار ملی کشورهای مختلف رو از بین ببرن، بدون اونها هم نیست. یعنی این مخاطرات رو هم همیشه داره در سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که کشورهای غربی میکنن و ما دیدیم که حتی بعد از برجام در دوره آقای روحانی ما برای مدت مدیدی در چین سفیر نداشتیم، چینی‌ها رو پس زدیم و همش به دنبال این بودیم که کشورهای اروپایی، کشورهای غربی بیان سرمایه‌گذاری کنن در ایران، که این هم یکی از در واقع مسائلی بود که در برجام وجود داشت. تا جایی که میشه اقتصاد ایران وابسته بیشتر بشه به خام فروشی به غرب و تا جایی که میتونه به سرمایه گذاری خارجی غربی به اینها وابسته بشه. مسئله بعدی هم بحث نفوذ و اینها بود که حالا من خیلی نمیخوام در مورد بحث نفوذ وارد بشم، اما این که به صورت قطره چکانی تحریم ها برداشته بشه از داخل و از بیرون، فضای رسانه‌ای جهانی، فضای رسانه‌ای داخلی، یک شوافی بشه، یک نمایشی داده بشه که اوه وضعیت اقتصادی ایران چقدر خوب شد، اگه مثلا هسته‌ای رو گذاشت کنار، یه بخشی از تحریم‌ها رفت کنار، چقدر وضع اقتصادی ایران خوب شد، پس آی مردم اگر شما موشکی رو بذارید کنار، مسائل منطقه‌ای بذارید کنار، تحریم‌های دیگه‌ای برداشته میشه و وضع خیلی بهتر میشه. و خیلی جالب بود که شما می‌بینید در دو سه انتخابات بعد از برجام، حالا چه ریاست جمهوری 96 باشه، چه مجلس بعدی باشه، چه مجلس امید اگه اشتباه نکنم، و چه شورای شهر، طرفداران برجام و با یه دوگانه سازی که مثلا ما طرفدار برجامیم و مثلا دیگران طرفدار برجام نبودن، نمیدونم کاسب تحریم بودن و از این جور چیزها، این غربگراها به برتری رسیدن یا به قدرت رسیدن. خب اینها چیزایی بود که کمک میکرد، یعنی آقای اوباما در زمانبندی کارهاش و در سیاستی که به خرج داد تونست در واقع این مسائل رو در ایران به ثمر بنشونه تا یه حدی. من همونطور که قبلا جای دیگه هم گفتم، هیچ رئیس جمهوری در این بعد از انقلاب اسلامی ایران در درگیری بین آمریکا و غرب به تیزهوشی و باهوشی اوباما در محدود کردن ایران نبود و در بازی با افکار عمومی داخل ایران نبودش. خب اگر ما همین گزینه اول رو الان نگاه کنیم که من توضیح دادم، یکی از دلایلی که دولت بایدن اون اراده لازم برای احیای برجام رو نداره اینه که احیای برجام در شرایط فعلی صرفاً مسئله هسته ایران رو محدود میکنه و با توجه اینکه دولت عوض شده، با توجه به تجربه‌ای که ایرانی ها از برجام دارن، اولا که دولت جدید به سمت مسائل منطقه‌ای و موشکی و مذاکراتی نمیره یا حداقل به زودی نخواهد رفت، مگر اینکه چند سال بگذر از احیای برجام مشخص بشه که آمریکا به تعهدات خودشون عمل میکنن و خیلی از چیزهای دیگه. لذا اون عجله و اون استراب و اون استراری که دولت قبلی برای رفتن به سمت مذاکرات بیشتر، مذاکرات منطقه‌ای و امنیتی داشتن، خب دولت فعلی نداره. با رفتاری که مخصوصا ترامپ از خودش انجام داد و اینکه معلوم نیست سال بعد، دو سال بعد در آمریکا چه کسی به قدرت میرسه، کل ساختار حاکمیت هم حتی جلوی این قضیه وای میسه. مسئله بعدی اینه که خب با این 6 7 سالی که آمریکا از برجام خارج شد و نشون دادن کشورهای غربی و اروپایی که نمیتونن به تعهدات خودشون عمل کنن و اروپایی ها بی اراده تر از این حرفا هستن که به صورت مستقل عمل کنن، خب ایران
روابطش با چین، روسیه قوی تر شده و نگاهش کلن به شرق بسیار بیشتر شده. لذا این انتظار که با احیای برجام به یک باره تمام سیستم های ایران دوباره غربگرا بشن و به سمت غرب برن و اقتصاد ایران وابسته به غرب بشه، خب این هم جای سوال داره، مخصوصا اینکه خود شرکت های غربی هم برای سرمایه گذاری نخواهند اومد، چون معلوم نیست یک سال یک سال و نیم دیگه اگر آقای ترامپ بیاد سر کار یا یک جمهوری خواه تندروی بیاد سر کار یا حتی آقای بایدن خودش نباشه و یک دموکرات تندروی بعدن سر کار بیاد و او آیا برجام رو ادامه خواهد داد یا نخواهد داد. لذا این اتفاق دوم که وابستگی اقتصادی ایران به غرب باشه، این هم به احتمال زیاد به وقوع نخواهد پیوست و ایران روابطش رو شرق قوی تر شده و بحث نفوذ هم وجود داره، یعنی بالاخره اقداماتی که دولت قبل در حین مذاکرات برجام و بعد از احیای برجام داشت در اون یک سالی که مخصوصا تا ترامپ بیاد سر کار، خب این دولت این اتفاقات بعیده درش رخ بده. پس میبینیم که در همین یک موضوع دولت آمریکا با احیای برجام درسته که مسئله هسته ایران رو محدود میکنه، اما به خواسته های دیگه خودش نمیتونه به راحتی برسه. مسئله دوم این هست که آقای بایدن وقتی سر کار اومد، آقای بلینکن وزیر خارجه هم گفت وقتی رفت توی سنا برای اینکه رأی اعتماد بگیره، این خانم وندی شرمن هم وقتی رفت رأی اعتماد در سنا بگیره، چون معاون رئیس جمهور معاون وزیر خارجه باید بره اون هم رأی اعتماد بگیره، تمام اینها تاکید داشتن، آقای بایدن هم تاکید داشت که ما دنبال یک قرارداد لانگر ان استرانگر هستیم، هم طولانی مدت تر باشه، اون بندهای غروبش برای ایران طولانی تر بشه و همین که گسترده تر و قوی تر باشه از نظر بحثای نظارتی و مسائلی مثل این و همینطور این که به سمت مذاکرات منطقه اینها برن. و هدف آقای بایدن این بود که، و این رو علنا هم چند بار گفتن، که هم اسرائیل راضی بشه از مذاکرات احیای برجام و هم کنگره، برای اینکه تجربه که آقای بایدن از دولت اوباما داشت این بود که با عدم رضایت اسرائیل در اون زمان دولت بنیامین نتانیاهو و کنگره، عملا این دو گروه باعث تضعیف و اقتشاش قوه مجریه میشن اگر قوه مجریه و ریاست جمهوری آمریکا بخواد مذاکرات رو به سرانجام برسونه. و ما یادمونه زمان اوباما که بنیامین نتانیاهو سفر میکنه، میاد آمریکا، میره تو کنگره صحبت میکنه، اعضای کنگره براش دست میزنن و به اوباما توهین میکنه، رفتار اوباما در مقابل ایران رو سرزنش میکنه. مثلا عجیب هست که نخست وزیر آمریکا پاشه بیاد و مثلا در مجلس آمریکا در کنگره آمریکا به رئیس جمهور توهین بکنه به قوه مجریه و همه براش دست بزنن، نمایندگان مجلس آمریکا براش دست بزنن، نماینده کنگره. و آقای بایدن که اون موقع معاون رئیس جمهور بود درک میکرد که چقدر هزینه‌زا بود اون مسئله برای دولت بایدن. حالا بگذاریم از اینکه خود آقای بایدن روابط بسیار قوی تری با صهیونیستا داره، خودش رو زایونیست میدونه و صحبتاشو شنیدید که میگه اگر حتی اگر اسرائیلی هم وجود نداشت ما باید خودمون اسرائیلی ایجاد میکردیم در اون منطقه، و میگه که من افتخار میکنم که زایونیست هستم، صهیونیست هستم. خب از این نظر نسبت به آقای اوباما خیلی بیشتر نزدیک هست با لابی های اسرائیلی، ولی مسئله که وجود داره اینه که او میخواست اسرائیل و کنگره رو راضی کنه و این رو از قبل هم به او گفته بودن که به هیچ عنوان کنگره و اسرائیل در مقابل یک قرارداد هسته‌ای راضی نخواهند شد. تنها حالتی که کنگره و اسرائیل راضی میشن همون 12 شرط پومپئو هست، حتی بیشتر، یعنی حتی اونها هم باشه ضمانتی نیست و حتی بیشتر از اون هم از ایران میخوان، که در واقع کاملا محو هویت جمهوری اسلامی و محو هویت مقاومتی منطقه‌ای جمهوری اسلامی از نظر داخلی، از نظر خارجی، از نظر قانون اساسی، همه اینها هستش. و خب این اشتباهات استراتژیکی بود که آقای بایدن داشتش، که بایدن میخواست اونها رو راضی کنه و این امکان پذیر نبود که با یک قرارداد صرفا هسته‌ای بتونه اونها رو راضی کنه. یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که آقای بایدن مرتب بیان میکرد که و هدفش این بود که از اون اهرم فشارهایی که آقای ترامپ درست کرده بود تحت عنوان ماکسیموم پرشر، فشار حداکثر، سیاست فشار حداکثری، اینها رو در مذاکرات استفاده کنه و به یک برجام پلاسی برسه. مثلا ما میدونیم که حتی تا دور ششم مذاکراتی که در دولت آقای روحانی انجام شد، این مسئله ای که
بحث مذاکرات منطقه‌ای باید شروع بشه بعد از احیای برجام بوده، در متن مذاکرات بوده. حتی اگر ادعای آقایان هم است که یک پاراگراف گنگی بوده، تعهدی نداشته، صرفا یک نکته اومده بوده که طرفین باید تلاش کنند برای بحث صلح منطقه‌ای، ما از متن برجام و متن‌های حقوقی که با آمریکا در چالش‌هایی که اخیراً در این چند وقت اخیر داشتیم میدونیم که آمریکایی‌ها از هر کدوم از این عبارت‌های حقوقی، پاراگراف‌های حقوقی برای در واقع خواسته‌های بیشتر و عدم اجرای تعهدات خودشون استفاده می‌کنند. لذا آمریکای بایدن به دنبال این بود که از اهرم فشاری که ترامپ درست کرده بود برای خواسته های فرابرجامی استفاده بکنه و این چیزی بود که دولت آقای رئیسی و تیم مذاکره کننده جلوش وایستادن و هدفشون بازگشت به خود برجام 2015-1394 بود. نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، این صحبتی بود که آقای مرندی چندین بار هم مطرح کردن. و این جالبه که آقای بایدن از وقتی که اومده نه تنها هیچ تحریمی، هیچ دستور اجرایی، هیچ عملی برخلاف کارهایی که آقای ترامپ کرده بود رو انجام نداده، که حتی تحریم‌های بیشتری رو هم روی ایران، روی اشخاص مختلف، روی شرکت‌ها، روی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های مختلفی که برای دور زدن تحریم‌ها یا مسائل اقتصادی ایران همکاری می‌کنن روی اینها گذاشته. این اصلا خارج از جنگ اوکراین و مسائلی مثل اون هستش. خب این نکته دوم بود که در واقع آقای بایدن اشتباه کرد در راهبردی که داشتش. اما مسئله سومی که وجود داره اون همین هستش که سیاست داخلی آمریکا به آقای بایدن اجازه نمیده. عملا آقای بایدن هدفش این هست که در دور دوم، اخیراً هم اعلام کرده که میخواد در انتخابات 2024 شرکت کنه و ما میدونیم که رؤسای جمهور نیازمند در واقع فاند و پول کمپین ها، پول لابی ها، پول در واقع اینترست گروپ ها، حالا گروه های فشار یا گروه های حامی هستند که بسیاری از اینها هم بخش های مهمی از یهودیان آمریکایی و گروه های طرفدار صهیونیست ها و لابی اسرائیل در آمریکا هستند. و در واقع هدف اصلی هر رئیس جمهوری این است که دور دوم هم انتخاب بشه در آمریکا. در آمریکا برعکس ایران، اگر رئیس جمهور دو دور انتخاب بشه و خدمت بکنه دیگه نمیتونه برای دور سوم شرکت بکنه، یعنی حتی نمیتونه یک دور بره استراحت کنه و بعدش بیاد دور سوم. خب تو ایران رؤسای جمهور میتونن یک دور شرکت نکنن و دوباره بیان کاندید بشن، اما در آمریکا اگر دو دور رئیس جمهور باشن دیگه نمیتونن بیشتر از اون شرکت کنن. لذا برای رؤسای جمهور خیلی مهمه که حتما بتونن دور دوم رأی بیارن، و برای اینکه بتونن رأی بیارن سعی میکنن در دور اول در پرونده های خیلی حساسی که میتونه اولا اون گروه هم تو که گفتیم گروه های لابی رو بر ضد خودشون میکنه و پول فاند کمپین های انتخاباتیشون رو ندن، اولا از این مسائل دوری بکنن. اگر مطلبی باشه که اتحاد درون حزبیشون رو از بین ببره از اونها دوری بکنن. و خیلی راحت نیست در حوزه های سیاست خارجی حساس، پرونده های حساسی مثل ایران ورود بکنن و تصمیمات قاطع بگیرن. بنابراین آقای بایدن میدونه که هر نوع تصمیمی صرفاً در موضوع هسته‌ای ایران گرفته بشه با مخالفت کنگره روبرو خواهد شد، با مخالفت بخش مهمی از اعضای حزب خودش، حزب دموکرات روبرو خواهد شد، بسیاری از اعضای پرنفوذ سنا و مجلس نمایندگان آمریکا عضو حزب دموکرات، اینها مخالف برجام، مخالف احیای برجام، مخالف مذاکرات با ایران هستند. این صرفا نیست که از همه اعضای حزب جمهورخواه، حزب جمهورخواه هم البته اکثریت اونجا اینطور هستن و جناح بازی ها اجازه نمیده. و همینطور اگر احیای برجام شکل بگیره وقت و انرژی بسیار زیادی رو دولت بایدن باید بذاره برای توجیه افکار عمومی، برای توجیه رسانه ها، رسانه های جریان اصلی، رسانه هایی که خیلی هاشون در واقع اون صاحب منصبانشون و اون کسانی که سهامشون دارن باز هم اسرائیلی ها و یا طرفداران اسرائیل در آمریکا هستن. خب اینها همه باعث میشه که بسیار رئیس جمهور محتاط باشه در انتخابات ها، محتاط باشه. مثلا انتخابات میان دوره آمریکا که در پاییز سال پیش برگزار شد که عملا انتخابات کنگره بود، خب در اونجا هم مشخص بود که اگر تابستون با ایران به توافق نرسند یا قبلتر از اون، حتی چون سال انتخابات هست تصمیم گیری برای رئیس جمهور آسون نیست و
الان هم بحث همینه، یعنی اگر تا چند ماه دیگه به توافقی برای احیای برجام با ایران نرسن، وارد سال انتخابات آمریکا میشیم. در آمریکا انتخابات مقدماتی پرایمری الکشن وجود داره، حداقل حدود 10 ماه قبل از انتخابات اصلی شروع میشه، و وقتی ما وارد فصل انتخابات و ماهای انتخابات و سال انتخابات میشیم، عملا رئیس جمهور سعی میکنه از اقداماتی که حاشیه ساز هستن دور بشه. لذا آقای بایدن ماهای اولیه ریاست جمهوریشو از دست داد. اون ماها بهترین زمانهایی بود که با توجه به قدرت و اون تحییج و اون نیرویی که از انتخابات داشته و وارد شده، بهش هانیمون میگن، یا اون ماه عسل رئیس جمهور، در اون دوره ماه عسل رئیس جمهور میتونست برجام رو احیا بکنه، نکرد. توضیحاتشو قبلا دادیم که خب به چه دلایل این کار انجام نداد. بعد از انتخابات میان دوره‌ای یکی چند ماه الان فرصت داره که این اقدام رو بکنه، و همینطور فرصت داره از دست میره، و اگر این اتفاق نیفته عملا میفته به بعد از 2024. بعید رئیس جمهور آمریکا دیگه تصمیم حساسی در این زمینه بگیره، و باید منتظر باشیم تا انتخابات 2024 برگزار بشه. خب بسیاری از سیاستمداران آمریکایی هم به این مسئله اشاره کردن که سیاست داخلی آمریکا، پیچیدگی قوانین و سیاست داخلی آمریکا باعث میشه که آقای بایدن در دور اول نتونه برجام رو احیا بکنه. سوال سوم این هست که روزنامه وال استریت جورنال خبر از تحت فشار قرار دادن آمریکا توسط اروپا برای مشخص شدن سرنوشت برجام داده است. اختلاف آمریکا و اروپا در مورد سرنوشت برجام چیست؟ ببینید، یک اتفاقی که از اول دولت بایدن پیش اومده بود این بود که اروپایی ها به آمریکا فشار می آوردن که مسئله هسته ایران باید به سرعت و از راه دیپلماسی حل بشه، و این مسئله به هیچ عنوان نباید وارد مراحل خطرناکتری بشه. این مسئله راه حلی جز دیپلماسی نداره، راه حل نظامی نداره، راه حل دیگه ای نداره، و اروپایی ها با توجه به بی ارادگیشون و بی عملیشون در مقابل تحریم های یک جانبه آمریکا در زمان ترامپ و خروج آمریکا از برجام، و اینکه اروپایی‌ها هیچ کاری نتونستن بکنن، حتی یه اینستکس نتونستن راه بندازن، به هیچ عنوان نتونستن به تعهدشون عمل کنن، اما افتخارشون این بود که حداقل تونستن از نظر سیاسی و اراده سیاسی برجام رو زنده نگه دارن و برجام از بین نره. خب اروپا خیلی دوست داشت نقش واسطه رو بازی کنه، و این رو روسیه و چین هم تایید کرده بودن که اروپا نقش واسطه رو داره، حرفا رو میرسونه بین ایران و آمریکا، و به نتیجه که برسن ما هم موافقیم، ما هم همراهی خواهیم کرد. موقع جنگ اوکراین و بعد هم بحثایی که در داخل ایران و اعتراضات و اختشاشاتی که در داخل ایران اومد، یه ذره مسائل رو پیچیده کرد. اولین مسئله چی بود؟ دقیقاً سال پیش همین حوالی آقای راب‌مالی به کنگره آمریکا میره، و در اونجا صحبت از این هستش که ما چگونه سیاست آمریکا در مقابل ایران و احیای برجام چیست، و آقای راب‌مالی اونجا صریحاً میگه، و فیلم این هستش، روی یوتیوب هستش، این جلسه علنی بوده چون بعد از اون جلسات غیر علنی هم داشته، ایشون صریحاً میگه که اعضای اتحادیه اروپا با دولت آمریکا صحبت کردن، با بعضی از نمایندگان کنگره صحبت کردن، نمایندگان کنگره، نمایندگان سنای آمریکا، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تایید میکنن بعضیاشون که به خاطر جنگ اوکراین و بحران امنیتی که در شرق اروپا پیش اومده، عملا اروپا قادر نیست یک بحران امنیتی دیگر رو در مرزهای خودش تحمل کنه، و آمریکا باید از هر راهی که میشه به سرعت از راه دیپلماسی موضوع هسته‌ای ایران رو حل بکنه. خب این رو علناً بحثی بود که اروپا داشت، و این بودش که حل موضوع هسته ایران از راه دیپلماسی هم باعث میشه که خب انرژی ایران وارد بازارهای جهانی بشه، و اون فشاری که اروپا مخصوصاً در حوزه گران شدن و کمیاب شدن کالای انرژی به خاطر تحریم روسیه وجود داشت، از اون تا حدی خلاصی پیدا بکنه، و همین که مطمئن باشه که در واقع دوباره سیل جدیدی از مهاجرین یا مشکلات امنیتی یا بحث‌های تروریستی یا بحث‌های مختلف در اروپا راه نمی‌افته، چون اروپایی‌ها تحمل بیش از این اتفاقاتی که در اوکراین داره رخ میده براشون غیر قابل تصور هستش. خب اون یک فشاری بود که به آمریکا دوباره میاد. سر بحث اعتراضات ایران،
همونطور که مشخص است بسیاری از سیاسیون اروپا و رسانه های جریان اصلی اینها برای اینکه نقطه ضعف آمریکا رو تحت پوشش قرار بدن و در واقع یه پوششی روش بذارن و مثلا بگن آقا تقصیر ایران بود و اینها، اومدن گفتن که به خاطر حوادثی که در ایران اومده، بحث‌های حقوق بشر و اینها، اصلا اروپا علاقه ای به این قضیه نداره. آمریکا هم گفت آره اینا مثلا دیگه در بحث هسته ایران دیگه جزء اولویت‌های ما نیست. هرچند که دروغ اونها همون زمان و الان هم مشخص شده. آقای گروسی در پارلمان اروپا چند وقت پیش رفته بود صحبت کرد بود، در جاهای مختلف صحبت کرده بود که حتی در همون زمان‌های چند ماهه‌ای که در ایران وضع مساعد نبوده، آمریکایی‌ها به صورت غیر مستقیم مذاکره می‌کردند، پیشنهادات خودشون رو مثلا برای قرارداد لس فور لس یا مثلا قرارداد موقت، اینکه اونها بخش از مثلا تحریم‌ها رو بردارن ولی ایران به ایران هم مثلا پیشرفت‌های هسته‌ای خودش رو کم کنه و به بخشی از تعهدات برجامی خودش برگرده، به اینها این پیشنهادات رو می‌دادن. این مذاکرات در جریان بوده. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مقامات رسمیشون هایی که درگیر مذاکره بودن پشت پرده در حال مذاکره با ایران بودن از تابستون و از پاییز سال پیش به این سمت، و الان هم که دیگه اخیراً اصلا علنا رسما هم دارن همه طرف ها میگن، و این صرفا یک دروغ رسانه‌ای بود که مسئولین اروپایی و مسئولین آمریکایی مطرح میکردن، خب به خاطر فشارهای داخلی، نهادهای داخلیشون، نهادهای حقوق بشری و حالا اون جوی که ایرانیان خارج از کشور بخشی از که تأکیدم باید بشه بخش حداقلی ایرانیان خارج از کشور یا اقلیت ایرانیان خارج از کشور، اون جوی که راه انداخته بودن در مورد سیاسیون کشورهای غربی و اون توهماتی که مثلا نمیدونم حالا تا مسائل داخل ایران اینجوری هست نباید با مثلا جمهوری اسلامی مذاکره بشه و اینجور حرفا، لذا برخی از سیاسیون که نقشای مهمی هم نداشتن، نقشای مثلا سمبولیک بعضیاشون حتی داشتن در کشور اروپایی، اینها صحبتهایی در این زمینه میکنن یا برخی از نمایندگان مجلسشون اینها. ولی از این فاصله چند ماهه که دوباره ما جدا شدیم، مسائل داخل ایران به آرامش رسید، مسائل بین المللی ایران به خوبی داره پیش میره در مذاکرات منطقه و مذاکرات بین المللی، خب دوباره میبینیم که ورق برگشت و به یک باره دوباره همه این صحبتهایی که میشد که اروپا علاقه نداره، آمریکا علاقه نداره، تمام اینها برگشت و مشخص شدش که اروپایی ها دوباره دارن آمریکا رو تحت فشار میذارن که هرچه سریعتر مسئله برجام به صورت دیپلماتیک حل بشه. همونطور که گفتم اروپایی ها هم میدونن که اگر تا چند ماه دیگه احیای برجام به سرانجام نرسه باید منتظر باشیم بعد از 2024 این اتفاق بیفته. چند وقت پیش یک صحبتی شده بود که چند هفته پیش که مثلا اروپایی‌ها دارن در مورد بحث اجرا کردن مکانیزم ماشه فکر میکنن، رایزنی میکنن با هم دیگه، خودشون میدونن که مکانیزم ماشه عملیاتی نمیشه و امکان نداره که اونها به خواسته هاشون برسن. تنها راه بازگشت به برجام 2015 است. این بهترین امتیازی هست که قطر در این شرایط میتونه بگیره و برای همین هم آمریکا رو در این زمینه تحت فشار میذارن که مسائل سیاست داخلیش رو کنار بذاره، خواسته های فرابرجامیش رو آمریکا کنار بذاره و عملا آمریکا هم راضی بشه به بازگشت به برجام سال 2015. از اون طرف میدونیم که خود آمریکایی ها هم کار میکنن در این زمینه، هرچند که اونها مثلا برای قراردادها و شرایط دیگه ای دارن صحبت میکنن، همون قرارداد لس فور لسی که گفتیم، بخشی از تعهدات، بخشی از تحریم ها که ایران خب با این مخالفت جدی داشته در این زمینه. سوال چهارم این هستش که برخی تحلیل ها از امکان فعالسازی مکانیزم ماشه حکایت دارن، هزینه و فایده این اقدام برای غرب و ایران چیست و در صورت فعال شدن ماشه نگرانی های طرف غرب از آنچه برای خود تهدید میداند رفع میشود یا خیر؟ ببینید مسئله مکانیزم ماشه، حالا به صورت خلاصه اگر بخوایم بگیم، چون در زمان برجام 2015 طرف غربی فکر میکرد که اون کشوری که ممکنه نقض تعهد بکنه ایران هست و این هم جالبه، یعنی به نظر میسه انقدر خودشون هم میدونستن که برجام
حالا نگیم یک طرفه، ولی حداقل منافع طرف غربی رو بیشتر تأمین میکنه تا منافع ایران، و کفه این ترازو به نفع منافع غرب سنگینی میکنه، که فکر میکردن ایران بعد از یک مدتی وقتی ببینه که منافع اقتصادی هم بهش نمیرسه و تحریم ها هنوز بالا سرش هست، تحریم های اصلی رفت، مبادلات اقتصادی کامل نمیتونه داشته باشه، مشکلات امنیتی براش پیش میاد و ایران هم کامل محدود شده، ممکنه که ایران در واقع زیر تعهداتش بزنه، و بنابراین یک راهکاری رو گذاشتن برای اینکه به سرعت بدون حق وتو داشتن چین و روسیه در این زمینه و بدون هیچ بحث اضافی در عرض مثلا 60 روز از زمانی که این مسئله شروع بشه در خود کار در واقع سازوکارش در برجام شروع بشه، تحریم های بین المللی، یعنی اون 6 تحریم، اون 6 قطعنامه تحریمی که وضع ایران در سازمان ملل بود، اونها همه به یک باره بر روی ایران بازگرده. خب این سیستم بود که غرب چینده بود و خب مسئله مضحک و مسخره این که واقعا تیم قبلی هیچ وقت هم پاسخ درستی بهش نداد این بود که حتی اگر ایران به عدم و نقض تعهدات طرف مقابل اعتراض کنه و اینکه طرف مقابل به تعهدش عمل نمیکنه، باز هم تحریما رو ایران برمیگرده، یعنی هیچ گونه تنبیهی یا هیچ گونه ضمانتی برای ایران گذاشته نشده، صرفا اگر ایران هم اعتراض کنه دوباره تحریما رو سر خود ایران برمیگرده، و خب این واقعا مسخره بود، این مضحک بود این قضیه. اما از این نکته که بگذریم، اروپایی ها و آمریکایی ها، این هم گفته میشه که مکانیزماش تا 10 سال، تا اکتبر 2025، تا پاییز 1404 میتونه فعال باشه، این گفته میشه، یعنی تو قرارداد 2231 میشه این رو در واقع گفت که این اتفاق میفته تو قطعنامه شورای امنیت. هرچند باید دید، معمولا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینها معمولا برای خودشون قوانین جدیدی دست و پا میکنن یا تفسیرهای دیگه‌ای دارن، ولی از این مسئله که بگذریم، ماجرا اینجا اینگونه هستش که خب اروپایی ها الان بیش از یک سال هست که ایران رو تهدید میکنن برای بحث مکانیزماشه، مخصوصا هر بار که ما میخوایم آخر فصل اون در واقع جلسه شورای حکام آژانس هست، یعنی آخر بهار، آخر تابستان، آخر پاییز، آخر زمستان، و این در جلسات شورای حکام اینها بحث مکانیزماشه رو به عنوان یک جنگ روانی مطرح میکنن و بحثشون هم این، من بیشتر فکر میکنم این مسئله جنگ روانی بر ضد ایران هست و بحث عملی باشه، و الان در ادامه هم توضیح میدیم. و در طی این یک سال و نیمی که اینها مرتب بحث مکانیزم هاش رو مطرح میکنن، حتی بیش از یک سال و نیم، هیچ وقت به سمت واقعا اجرایی کردن مکانیزم هاشه نرفتن، و جای سوال داره که خب چرا به این سمت شما نرفتی؟ هر دفعه تهدید میکنید، هر دفعه جو رسانه‌ای را میندازید، هر دفعه پروپاگاندا را میندازید، اما به این سمت نمیرید. اینجا چند نکته وجود داره. یکی اینکه خب تحریم های سازمان ملل درسته که با برجام عملا بخشی از اون رفته، اما عملا ایران الان تمام تحریم ها روش هست، یعنی عملا نه تنها تحریم های سازمان ملل که تحریم های به شدت بیشتر یک جانبه آمریکا روی ایران هست، و حداقل در ظاهر جامعه جهانی مخصوصا خود اروپایی ها دارن تبعیت میکنن، به خاطر اینکه میترسن از تنبیه ها آمریکا دارن تبعیت میکنن. خب بخش از شرکت های کوچک چین که در بازار آمریکا اینها فعالیت ندارن، اینها خب تبعیت نمیکنن. برخی از شرکت های کوچیک چند منظوره پوششی با اسامی مختلف در مالزی، در این ور، در اون ور، جزایر مارشال چی، اینها مثلا دارن کمک میکنن، و آمریکا هم مرتب میره اینها رو تحریم میکنه و فایده نداره. یعنی عملا ایران با وجود تحریم های چندین برابر بیشتر از تحریم های سازمان ملل، تحریم هایی که در اون 6 قطعنامه بود، داره کار خودش رو میکنه. یعنی دو نکته مهمی که در دولت آقای رئیسی وجود داره اینه که یک، تلاش کردن برای دور زدن تحریم ها، دو، تلاش کردن برای ایجاد اهرم فشار جدید و کارت بازی جدید در مقابل آمریکا برای مذاکرات. خب به این دو تا مورد دولت آقای روحانی تا مدت‌ها اعتقاد نداشت، یعنی هنوز که هنوز خیلی از اعضای مرکز بررسی استراتژی ریاست جمهوری عملاً توییت می‌زدن، علناً توییت می‌زدن و
میگفتن که ما اصلا اعتقادی نداریم، تحریم رو نمیشه دور زد، ما نباید اهرم فشار جدیدی درست کنیم، چون طرف مقابل ناراحت میشه، طرف مقابل مثلا دلخور میشه، یا همین که میترسیدن از اینکه مکانیزم ماشه اجرا بشه، در حالی که اگر قرار مکانیزم ماشه اجرا نشه، ایران باید توان هستی خودش و کارتهای بازی خودش رو بیشتر کنه. پس ببینید چرا پس مکانیزم ماشه اینها به سمتش نمیرن. یه بحثش این هستش که خب ایران تحریم ها رو داره دور میزنه، مکانیزم ماشه هم اجرا بکنن بعیده که تأثیر زیادی در این دور زدن تحریم ها بکنه. نکته بعدی هم این هستش که ایران اهرم های فشار بسیار بالایی ساخته. از چه جهت؟ ایران غنی‌سازی رو برده 60% و حتی بالای 60% و توانایی این که به سرعت بخواد به بالای 90% برسه داره. ایران از سانتریفیوژهای نسل‌های پیشرفته‌ای که چندین برابر، شاید بالای 10 برابر نسل اولی که در سال 2013 کار میکرد ساخته، اینها رو به هم وصل کرده، آبشاراش رو درست کرده و داره ظرفیت غنی‌سازیش رو بسیار گسترده کرده. ایران پیشرفت‌های هسته‌ای بسیار بالاتری پیدا کرده. لذا اگر مکانیزم ماشر اینها اجرا بکنن، برجام نابود میشه. یعنی اجرا شدن مکانیزم ماشر یعنی دیگه برجامی وجود نداره، دیگه هیچ چارچوبی وجود نداره، دیگه هیچ ساختاری برای بازگشت به اون وجود نداره. خب امتیازی که اونها میگیرن، میگن تحریم های سازمان ملل برگشته. کاری که ایران میتونه بکنه، ایران میتونه اولا از MPT خارج بشه، ایران میتونه توانمندی هستی خودش رو بسیار گسترده بکنه، ایران میتونه در واقع نظارت های آژانس رو به حد اقل برسونه، حتی صفر بکنه. این خروج از MPT هم چیزی بود که آقای ظریف وقتی ترامپ از برجام خارج شد، ایشون سه مرحله از اقدامات ایران گفت. یه مرحله همین که تعهدات خودش کاهش بده، برجام خارج بشه، و مسئله سوم که آقای ظریف گفت همین خروج از MPT بود. خروج از MPT چیزی هست که اون ور طیف سیاسی ایران رو اگه بخوایم ببینیم، آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول کنه از سال 80-81 مرتب داره میگه از MPT باید خارج شیم. یعنی حتی دو طیف سیاسی ایران در این حوزه، در حوزه سیاست خارجی، حتی برای این موضوع که اگر طرف غربی بخواد دیگه کلن در دیپلماسی رو ببنده، ما هم از MPT خارج میشیم، با هم توافق نظر دارن. هرچند که خروج از MPT آخرین اقدام ایران خواهد بود و آخرین کارت بازی خواهد بود که ایران استفاده بکنه، و به احتمال زیاد اگه ایران واقعا بخواد از اون خط بازدارندگی هسته‌ای عبور بکنه و این تصمیم نظام بر این زمینه باشه که از این مسئله عبور کنه، خب اون وقت بعد از MPT خارج بشه، ولی تا قبل از اون دلیلی نداره این امتیاز رو فعلا ایران از دست بده. اینجا یک نکته میبونه. پس توانمندی هسته‌ایش رو وقتی ایران انقدر گسترش داده، طرف مقابل میترسه از این که بخواد از مکانیزم ماشه استفاده کنه. چرا؟ چون میدونه اگه از مکانیزم ماشه استفاده کنه، راه حلی که براش میمونه و اگر بخواد دوباره مذاکره شروع کنه، این بار دیگه ایران با سانتریفیوژهای نسل اول و 20% و ظرفیت پایین غنی‌سازی با اینها نمیره مذاکره کنه. این بار ایران با دست بسیار پرتری وارد مذاکره میشه که شمردیم برشمردیم، و در اون صورت امتیازات بیشتری هم از طرف غربی خواهد گرفت. من بعید میدونم طرف اروپایی این اقدام رو بکنه و چارچوب برجام رو از بین ببره، چارچوب برجامی که اروپایی ها زحمت کشیدن در زمان ترامپ اون رو زنده نگه داشتن. پومپئو از اروپایی ها میخواست، چندین بار علنا خواست که مکانیزم ماشه رو اجرایی بکنن، اما اونها این کار رو نکردن و بعیده که در دولت بایدن که هنوز شانس برای دیپلماسی هست این کار رو بکنن. یه نکته اینجا وجود داره و ادعایی که میشه این هستش که اگر تحریم های سازمان ملل برگرده، کشورهای عضو سازمان ملل باید تبعیت کنن، باید گزارش بدن، و مثلا مالزی باید جلوگیری بکنه اگر از دور زدن تحریم ها هست، یا مثلا نفکش به نفکش ایران نفتش رو در سواحل مالزی مثلا میتونه تخلیه بکنه، به نفکش های جدیدی ببره با عنوان نفت مالزی به چین بفروشه. مثلا دولت مالزی باید بیاد اقدام کنه، دولت چین باید بره اقدام کنه، دولت روسیه بره اقدام کنه، هند اقدام کنه، امارات اقدام کنه، عراق اقدام کنه، همه اینها مثلا با هم باید اقدام بکنن در مورد این قضیه. اینجا چند تا بحث وجود داره. یکی این که سیستم دور زدن تحریم هایی که ایران داره، بعید هست که کشورهای مختلف خودشون رو درگیر این قضیه بکنن که بخوان وارد
در واقع مداخله تو این امر بشن. نکته بعد اینه که روسیه و چین خودشون به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت اگر مخالف این قضیه باشن، هرچند که گفتیم مکانیزماشه و برگشت پذیری تحریم ها به وتوی اینها ارتباطی نداره، ولی اگر اینها مخالف اون قضیه باشن که دعوای در شورای امنیت هم داره بیشتر میشه بین روسیه و آمریکا، بین چین و آمریکا، بین روسیه و غرب، این باعث میشه که خب دو عضو اصلی تبعیت نکنن و تبعیت نکردن اونا با توجه به اینکه ما بالای 1 میلیون بشکه نفت فقط در روز به چین میفروشیم، باعث میشه که تحریم ها بازم اون کارهای خودش رو نداشته باشه. نکته سوم این هست که اصلا تحریم های سازمان ملل بر ضد ایران این گستردگی که تحریم های آمریکا دارن رو در بر نمیگیره و بنابراین بعید هست که با این حجمی که ایران در حوزه دور زدن تحریم ها داره، صرف تحریم های سازمان ملل برگشت پذیری اونها بتونه خلل خیلی زیادی به وجود بیاره. ولی این نکته رو هم باید بگیم که تمام تلاش ایران به نظر میرسه این هست که به صورت کشدار و مریض هر بهونه‌ای رو از دست غربی ها بگیره تا به اکتبر 2025 یا پاییز 1404 برسن و در اون ایام عملا مکانیزم هاش از بین میره، اون محدودیت 10 ساله برجام از بین میره، پرونده های هسته‌ای ایران و قطعنامه های هسته‌ای ضد ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد کنار خواهد رفت و دیگه دبیر کل مجبور به گزارشدهی در اون موارد نیست. هرچند که بازم میگیم به حقوق بین الملل و به در واقع کارهایی که اروپایی ها، آمریکا، فرانسه و انگلیس در شورای امنیت میتونن بکنن، به اینها نمیشه اطمینان و اعتماد کردش. در کنار اینکه باید بحث حقوقی قانونی رو جلو برد، ایران هم در کنارش باید در واقع در دور زدن تحریم ها و در ایجاد اهرم های فشار جدید و اینکه دست خودش رو پر داشته باشه برای مذاکرات و همینطور حالا مسئله مهمتر از همه اینها اصلاحات ساختاری و مدیریتی و سیاست‌گذاری داخل در اینها قوی باشه تا در واقع چه مکانیزمش اجرایی بشه تا اون زمان چه نشه، ایران بتونه دستش پر باشه و مشکلی برای حوزه اقتصادیش به وجود نیاد. موفق باشین، فعلا خداحافظ.